با سلام خدمت دوستان، در خدمتتون هستم با جلسه دیگر از جاوا اسکریپت. جلسه 13 هم هست. در این جلسه خب از این بعد جلسات رو بر پای W3 Schools شروع می‌بریم. سرفصل‌های W3 Schools البته قرار است عیناً مطابق اونجوری بریم، ولی سعی می‌کنیم که تا جایی که امکان داره از سرفصل‌ها طبق این سرفصل رو جلو بریم و یک نظم و ترتیبی به سرفصلامون بدیم. خب اولین چیزی که فعلا می‌خوایم باش سر کله بزنیم آبجکت هست. خب آبجکت ها ما با فانکشن ها آشنا شدیم. آبجکت ماجراش چیه؟ ببینید آبجکت ها در واقع یک بسته ای از داده ها و رفتارها و فانکشن ها هستن در واقع. یعنی بسته ای از متغیرها و فانکشن ها که تحت یک نام ذخیره میشن. با مال مثال میگیم آبجکت کار. ماشین اینجا یک مثال زده. حالا چجوری به W3 Schools البته دسترسی داشته باشه؟ ببینید داخل گوگل یا داخل بینگ یا هر جا بنویسید W3 Schools و یا به سایت W3Schools.com برید. اونجا در صفحه اصلی به قسمت جاوا اسکریپت برید. اینجاست. ببینید در سمت چپ، سایت بار سمت چپ و جاوا اسکریپت. جاوا اسکریپت رو که زدید اینجا میتونید به این صفحه میایید که از اینجا به فانکشن برید، GS Object یا فانکشن باشید Object به Object برید. خب پس حالا گفتیم که پس یک Object که اینجا بسته ای از Properties یعنی داده ها و Method ها یعنی فانکشن ها. اینجا به عنوان مثال یک مثال آورده که گفته که Object Car. ببینید Car و Car برای اینکه از داده های خودش جدا بشه می نویسیم نقطه Name نام اون Properties و در ادامه مقدار اون پراپرتیز. خب آبجکت ها با چی ساخته میشن؟ با آکولاد اصطلاحا، اگر اشتباه نکنم به اینا میگن آکولاد. اگه اشتباه نکنم من به گوگل برم این علامت رو بذاریم، براکت باشید، براکت یا براکت بهشون میگن. خب پس اینجا با براکت یا همون آکولاد اگه اشتباه نکنم به فارسی بهش میگم باز و بسته ساخته میشه یک آبجکت. ما اینجا انجام میدیم. بس ببینید می نویسیم war مثلا person object person برابر است با آکولاد باز آکولاد بسته. خب یکی از متغیرها یا داده هایی که میخوام توش نگهداری کنم first name، first name. خب اینجا دیگه داده ها رو با مساوی نمیرسیم، مثلا first name مهدی مثلا متغیر را از colon استفاده میکنیم، colon مهدی. خب پس داخل معرفی موقعی که آکولا از brackets ها استفاده میکنیم به جای مساوی از colon استفاده میکنیم، first name مهدی و باز کاما مقدارها رو از هم جدا میکنیم، last name برابر است با عباسه. درسته؟ خب پس یعنی الان ما اگه بیام اینو داخل کنسول لاگش کنم، کنسول دات لاگ پرسن، فایل HTML من یک فایل ساده ای هم هست، یک فایل HTML ساختم و یک فایل GS که داخل پوشه GS هست رو در اون بارگذاری کردم. اینجا میبینید فایل رو راحتی اینجا میبینیمش. خب من رفرش میزنم چون تو کنسول هست، به کنسول میرم اونجا ببینم. خب ببینید من اینجا باشه سری کد اضافه دارم مربوط به ضبط قبلی هست. خب اینجا ببینید پس میاد اینجا ببینید first name مهدی، last name عباسی. ببینید داخل کنسول هم اومده. یعنی اگه من بخوام مثلا فقط first name رو بذارم، ببینید برای دسترسی به مقدارها از نقطه استفاده میکنیم. مثلا اگه بخوام first name person رو داشته باشم می نویسم person نقطه first name. اینجوری به متغیر first name داخل object person میتونم دسترسی داشته باشم. رفرش میزنم میرسه مهدی. خب حالا اینجا میام می نویسم person، میخوام مقدارش رو تغییر بدم، dot first name ببخشید برابر است با امیر حسین. بخشید. پس اینجا خیلی راحت میام میگم first name
میخوام تغییر بدم مقدار first name از object person رو دیگه، میگم person نقطه first name برابر است با متغیر first name از object person برابر است با امیر حسین. حالا تو خروجی چاپش میکنم میرسه امیر حسین. حالا اگه فانکشن باشه عضوی که ما میخوایم چجوری میشه؟ میخوایم یه فانکشن بسازیم به اسم say hello یا say name، خب، و اون جمع first name و last name رو به ما برگرده. میرسیم say name colon فانکشن، یک فانکشن میسازیم بدون نام، یک فانکشن بدون نام میسازیم که در این قرار میگیره. خب، و برای اینکه دسترسی داشته باشیم به متغیرهای یک آبجکت درون یک فانکشن که عضوی از همون آبجکت است، کلمه کلیدی this استفاده میکنیم. کلمه کلیدی this به آبجکت جاری اشاره میکنه، میگیم this نقطه first name به اضافه یک فاصله به اضافه this نقطه last name. خب، حالا اینکه هیچ جا ذخیره نمیشه، ما یه return میذاریم که ذخیره بشه. خب، پس این چی برمیگردونه؟ first name به اضافه یک فاصله و در ادامه last name. پس گفتیم کلمه کلیدی this اینجا مثل این person رفتار میکنه. کلمه کلیدی this یعنی زمانی که داریم یک فانکشنی رو، خب، که عضوی از همون object هست مینویسیم، برای دسترسی به سایر اعضا از کلمه کلیدی this استفاده میکنم. اینجا نوشتیم person نقطه first name، اینجا می‌نویسیم this نقطه first name. خب، در اینجا واسه اینکه این فانکشن رو فراخوانی کنیم خیلی راحت میگیم که من اینو میذارم تو حالت comment person say name تا یک پرانتزش هم میذارم دیگه، فانکشن دیگه میخوام فراخوانی بشه. مهدی عباسی. خب، حالا اگه ما اینو از حالت comment در بیاریم person first name بشه امیر حسین، میشه امیر حسین عباسی. خب، این پس از آبجکت ها. یک چیز دیگه ایران که میخوام این جلسه بگیم الان این خدمتتون عرض بکنم و جلساتم رو الان میخواستم این جلسه طولانی بکنم ولی تقسیمش بکنم تو 3-4 جلسه کوتاه 10 دقیقه یه ربعی و بعد از اون شروع میکنیم به گرفتن جلسه های طولانی تر که همراه با کارهای عملی هست. پس اینجا این رو پس ما اینجا نوشتیم. خب، یک چیز دیگه که میخوام این جلسه دیگه با هم تمرین بکنم، من اینو میذارم تو حالت کامنت. ما یاد گرفتیم برای معرفی متغیرها میتونیم از var مثلا first name، البته چیزای دیگه هم هست که بخوام در مورد object بگیم بهتره ادامه بدیم، ببخشید. خب، مورد بعدی اینه که ما میتونیم ممکنه مثلا من اینجا ببینید first name یک متغیر میسازم به اسم first name. ببین هم نام این متغیر درون پرسن شد دیگه، اسمشو میذارم مثلا علی. خب، اینجا میگم first name برابر است با first name، یعنی مقدار این اینجا نام این متغیر داخل پرسن این یکی مقدارشه که یک متغیر بیرونه. ببینیم چه اتفاقی میافته. خب، ما این یکی رو کامنتش میکنیم، همونطور که ببینیم مینویسه علی، یعنی میتونیم که این طرف پس ببینید هم نام که میشن چون این طرفی این سمت راستی رو در نظر میگیره شما نام یک متغیر رو نوشتید، در سمت چپ در نظر میگیره که میخواهید نام متغیری رو بنویسید که در اون این پرسنه. پس سمت راستی در نظر گرفته میشه که بیرونه، یعنی بیرون از این آبجکت ما یک متغیر به اسم فرست نیم معرفی کردیم. مورد بعد اینه که میتونید اینها رو به شکل رشته هم قرار بدید، هیچ فرقی نمیکنه، یعنی جاوا اسکریپت از شما قبول میکنه که نام اعضای آبجکت رو به صورت رشته بنویسید و باز هم همون حالت رو داره. مورد بعدی اینه که ما میتونیم که مثلا میخوایم بگیم که last name رو میخوام در خروجی چاپ بکنم، پس گفتیم یا مینویسم person نقطه مثلا last name. حالت بعدیش اینه که مثل آرایه ها فقط به جای عدد دیگه رشته مینویسیم، مینویسیم last name. این باعث میشه در خروجی بنویسه عباسی. ببینید، پس یعنی اگه من بیام اینجا بنویسم مثلا first name به اضافه فاصله به اضافه person نقطه last name، ببین هم به صورت نقطه دسترسی پیدا کردم دیگه، لازم نیست اون حالت رشته داشته باشه، و همین که با حالت آرایه که وقتی تو حالت آرایه هستیم اون نام و اون عضو رو به صورت رشته میفرستیم. حالا من یه رفرش بذارم روی میشه علی عباسی. خب، این از این. پس دیدیم که متغیرهای بیرون آبجکت رو هم میتونیم در اون آبجکت بیاریم و همچنین میتونه با حالت آرایه از اعضاش دسترسی داشته باشیم. مثلا بیایم بنویسیم، موجه نوشتیم علی دیگه، تو خط پایینی تغییرش بدیم میکنیم میشه امیر حسین، میشه امیر حسین، یعنی میتونم اینجا بنویسم به این شکل هم بنویسمش،
یک حالت آرایه بدم، فرست نیمش برابر است با امیر حسین و این شکل هم کار میکنه، هیچ مشکلی نداره. پس این از آبجکت ها. خب من یک مورد دیگه هم هست که این رو تو جلسه بعد میگمش، این جلسه رو فعلا کوتاه میگیریم، همین 10 دقیقه باشه، در مورد آبجکت ها صحبت کردیم. یک نمونه ای هم از آبجکت ها بگیم. خب یک نمونه ای هم از آبجکت ها بگیم. یک سری از آبجکت هایی که خود مرورگر در اختیار ما میذاره، آبجکتی به اسم داکیومنت. شما اگه داخل کنسولتون اینجا بنویسید داکیومنت، ببین آبجکت داکیومنت میاد خیلی راحت. داکیومنت اشاره میکنه به همین صفحه وبمون، یعنی این صفحه، نه این تایتل بار و تب بار و اینا، نه همین قابی که الان مستمند داره دورش میچرخه، این صفحه، اینو بهش میگن داکیومنت. سند دیدین میشه، میگن سند ورد، سند اکسل، سند HTML. این سند HTML اینه، این بخش بهش میگن داکیومنت. خب باز این خیلی کارهای خیلی اعضا داره، مثلا داکیومنت اگه نقطه بذارید تاش تمام اعضاشو میبینید، مثلا داکیومنت لوکیشن و بزنیم اعضای داخلش، خودش یه آبجکت توی دل آبجکت، میگه که میگه این لوکیشن کجاست. یعنی اگه ما بنویسیم مثلا داکیومنت دات مثلا لوکیشن دات، یه گزینه‌ای داره به اسم href، اون آدرس جاری نگه می‌داره. اشرف اگه ما ببینیم نوشته فایل دی، مسیر این فایلی که من اینجا ساختم رو داره واسم میاره. خب درسته؟ یعنی پس من اگه بیام اینجا بنویسم یکی از اعضای پیشفرض داکیومنت، از اشیای پیشفرض خود مرورگر بخوام استفاده کنم که کیش داکیومنته، داکیومنت دات لوکیشن که خودش یک آبجکت، خود این لوکیشن ببینید که آبجکت برمیگردونه اینجا. مثلا اگه بخوام به اعضاش دسترسی داشته باشم، مثلا فقط آدرس جاری رو میخوام، اشرف رو میزنم به بخش لوکیشن، نقطه، چون یکی از اعضا پس میشه متغیریه به اسم اشرف درون آبجکت لوکیشن، که خود لوکیشن متغیریه تو دل داکیومنت، و بعد وقتی من رفرش میزنم فقط آدرس اشرف رو واسم میاره، آدرس داکیومنت جاری رو. این از این. یک مورد دیگه‌ای که ما میتونیم بهش دسترسی داشته باشیم چیز زیادی هست، مثل تایتل سفر رو بخوایم نمایش بدیم، مثلا This is GS tutorial lesson. خب اینجا بعد ما اینجا داخل اینجا میتونید داخل خود کنسول با این داکیومنت کلی کار انجام بدید، نقطه بذارید و با همه اینا میتونید دسترسی داشته باشید. بعضیاشون فانکشن هن، بعضیاشون متغیر هن، یعنی پروپرتیز هن. ما اینجا میتونیم مثلا بگیم بادی مثلا خب من اینجا رفرش میزنم. خب یکی از متغیرهایی که داکیومنت داره تایتل هست، تایتل سفر رو برمیگردونه. ببینید چیزی که درون تایتل صفحه است، اینجوری چیزی که این بالا میاد، چیزی که داخل تگ تایتل HTML مون نوشتیمش، این راست. This is GS tutorial lesson 13. خب پس ما میتونیم اینجا هم بهش دسترسی داشته باشیم، document title. خب اگه من رفرش کنم باید تو خروجی چاپ بشه ایناش، ببینید تو خروجی چاپ شد و من بهش دسترسی دارم. آیا میشه از اینجا عوضش کرد؟ خب امتحان میکنیم، مینویسیم document title برابر است با This is مثلا second title، این تایتل ثانوی است. خب ببینیم آیا اینو قبول میکنه، یعنی اینجا عوض میشه. ببینید عوض شد، This second title is اینجا کم داره بذاریم. پس ببینید اینجوری پس ما میتونیم به خیلی از اشیاء مرورگر هم دسترسی داشته باشیم. تو جلسات بعدیمون ما خیلی با شیهایی که خود مرورگر در اختیار ما میذاره، مثل داکیومنت و مثل ویندو، بسیار با این دوتا کار میکنیم و کلی چیز داخل درون این هاست که به درد ما میخوره. تو جلسه بعدی یه ویدیو خیلی کوتاه چند دقیقه ای میذارم در مورد تفاوت لت و وار، که ما با کلمات کلیدی وار آشنا شدیم، حالا لتر هم خدمتتون میگیم که پس فانکشن هاست و بعد از اون میتونیم بریم سراغ مباحث حرفه‌ای تر دیگه.